سود اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا امروز هم افت داشته، سود پایین آمده. دیروز و امروز در پی تنش‌ها بین آمریکا و ایران این سود اوراق قرضه آمریکا با کاهش روبرو شده، غیر از تأثیراتی که این تنش‌ها روی قیمت نفت و قیمت طلا داشتند. امروز اما آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با بیان اینکه همه ملت ایران پشتیبان محور مقاومت هستند گفت در دو ماه باقی مانده 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس اختصاص می‌دهیم. اینکه همه ملت ایران رو ایشون پشتیبان محور مقاومت اعلام کردن در واقع مصادره شرکت کنندگان در مراسم تشییع سردار قاسم سلیمانی است. اما بورس تهران و همینطور بازار ارز و طلا که دیروز و پیروز با تلاطم روبرو شده بودند و یکی دو روز هم شاخص کل بورس با کاهش روبرو شده بود، امروز مجدداً 2500 واحد افزایش داشته و قیمت طلا در بازارهای جهانی اینگونه که دیجی گولد گزارش داده امروز هم با افزایش روبرو بوده و به 1567 دلار در هر اونس رسیده و سکه طلا هم امروز در بازار به 5,161,000 تومان رسیده و هر دلار آمریکا 14,100 تومان و هر یورو هم 15,600 تومان خرید و فروش می شده. در مورد خبرهایی که سر صفحه از زندانها به دست من می رسه، بعضی از خبرها سعی می‌کنیم که البته خبرهایی که شامل کلی داشته باشه، شامل همه زندانیان بشود، اون رو بیشتر پوشش بدیم. اما وضعیت محمد نوریزاد بسیار نگران کننده بود. امروز خبری رسیده که آقای محمد نوریزاد بیهوش شده در زندان. محمد نوریزاد نزدیک به 47 روزه که لب به قضا و دارو نزده و وضعیت جسمی او وخیم گزارش شده. وی در دو نوبت هم به بیمارستان منتقل شده، اما هم وضعیت جسمانیش هم کهولت سنش و کل اوضاع او رو خطرناک نشون میده. گزارش های رسیده میگوید وضعیت محمد نوریزاد در زندان خطرناک است. امیدوارم مسئولان و دیگران به این نکته توجه بکنند. وضعیت درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا و کشورهای منطقه، باز هم صحبت‌هایی بر علیه جمهوری اسلامی. همه مقامات منطقه و آمریکا هر روز دارن تکرار می‌کنن. آقای دونالد ترامپ هم در یک گفتگوی رادیویی در مورد ترور سپهبد سلیمانی گفته که این کار باید 15 سال یا 20 سال قبل انجام می‌شد. او تروریست و عامل اصلی کشته و مجروح شدن نظامیان آمریکایی در عراق بعد از جنگ سال 2003 بوده. ما فرصت هدف قرار دادن او را پیدا کردیم و این کار را کردیم و اکنون به خاطر این کار خیلی امن‌تر شده ایم. وزیر خارجه انگلیس دومینیک راب هم وقوع یک جنگ گسترده در خاورمیانه رو ابراز نگرانی کرده که ممکن است چنین اتفاقی بیفته و وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم قرار است که روز جمعه درباره گام پنجم نقض برجام از سوی ایران یک نشست اضطراری داشته باشند. و یک مقام رسمی آمریکا هم اعلام کرده که پنتاگون قصد داره 6 بمب افکن B-52 برای عملیات احتمالی علیه ایران به منطقه اعزام بکنه. بمب افکن B-52 به عنوان ترسناک‌ترین هواپیمای قرن 20 لقب گرفته و در جنگ‌های ویتنام از آن بسیار استفاده شده و حدود 60 سال هست که در نیروی دریایی از این هواپیماهای خوفناک یا ترسناک داره استفاده میشه.
اما امروز یک مجمع کم رونق، مجمع گفتگوی تهران، 23 کنفرانس بین المللی خلیج فارس در تهران آغاز به کار کرده که شخصیت هایی که در اون شرکت داشتن، بزرگترین هاشون آقای یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان بوده و حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان. هدف برگزاری مجمع گفتگوی تهران، گفتگو پیرامون مسائل منطقه‌ای عنوان شده. برخی از سفرای مقیم تهران هم در این مجمع شرکت داشتن. اما خبر دیگر، خبر مهمی است، خبر از ائتلاف جدیدی با مشارکت 8 کشور در بیخ گوش جمهوری اسلامی داده میشه. امروز خبر رسیده که در ریاض توافقنامه تأسیس شورای کشورهای ساحل دریای خلیج سرخ و خلیج عدن امضا و ریاض به عنوان مقر این شورا انتخاب شده. کشورهای حاضر در این نشست با توجه به شرایط خطرناکی با اون مواجهه، اینطوری که عربستان گفته، این شورا را تأسیس کردند و گفته شده که این کشورها توانایی‌های دفاعی دارند، یعنی نظامی دارند. این 8 کشور عربستان، مصر، اردن، سودان، یمن، اریتره، جیبوتی و سومالی هستند و حتما باید رصد بکنه جمهوری اسلامی این ائتلاف رو، چرا تشکیل شده و چرا در این نزدیکی‌ها و چرا امروز. و اما یادداشتایی که امروز سر صفحه به دست من رسیده، پیش از اینکه به یادداشت اشاره بکنم، به این موضوع اشاره بکنم که فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به زودی از رهبران این کشورها برای شرکت در اولین نشست سران به ریاض دعوت میشن، که این نشان دهنده اهمیت این ائتلاف است. اما یادداشتی از آقای مجتبی نجفی تحت عنوان که سردارها را برای پاسبانی از مرزهای ملی میخواییم نه سرکوب ملی، نوشته است ایشون: خطری که میگویم اینجاست، وقتی سردار یکتا میگوید بزنید دهن هر کسی که گفت مذاکره. آقای نجفی در این یادداشتش نوشته: در فضایی که بحث خون باشد و انتقام، میدان برای فرزانگان محدود می شود. اگر قرار است آمریکا ما را تحقیر نکند، چرا باید راست افراطی ما را تحقیر کند؟ چه فرقی است بین این تحقیر و آن تحقیر؟ استقلال 2 بعد دارد: رهایی از دخالت خارجی و استبداد داخلی. استقلال و آزادی بی همدیگر معنا ندارند. و یادداشت دیگر از آقای افشین حکیمیان است که تحت عنوان رخصت از جولان کینه باید گرفت. آقای افشین حکیمیان در این یادداشت نوشته است که چه شد؟ چه خواهد شد؟ چه بر سر من خواهد آمد؟ در تلمبار این همه زخم و کین و همهمه و نفرت پراکنی، چه کسی بیرق میهندوستی را بر دوش خواهد کشید؟ چه کسی پرچم سفید صلح را برخواهد افراشت؟ چه کسی توش و توان و امکان آن را خواهد داشت که از صلح سخن به میان آورد؟ از صلح زمامداران ملت، از نزدیکی حاکم و خلایق، از همبستگی ملی، از همراهی و همدلی، تا که زخم‌ها ناسورتر نشود، تا که دل‌ها به زخم و کین و انتقام از بیرایه‌ها سر در نیاورد. ایشون در ادامه نوشته است که باید که حصرها برداشته شود و زندان‌ها از خیل خلایق، چه غم نان و چه غم آزادی توهی شود. باید که طرحی نو در انداخت، طرحی و چتری برای جا شدن همه ملت، همه ایرانیان، همه آنها که در این مرز و بوم میهن و وطن را مزه مزه کرده‌اند.